در محضر عام خصوصا روحیات مردم تاثیر میکنه. فعلا در 14 ولایت ما کسی ندیدیم کسی دیگر را کشته باشه. ما با کشتن و قصاص کردن دو انسان حیات 12 میلیون محفوظ ساختیم خریدیمش. ما با دست بریدن یک و دو تا دست جیب و خانه 12 میلیون نفوس ما محفوظ ساختیم. و اگر این دوزار ما بندی می ساختیم طبق قوانین مدرن امروزی که در غرب و دیگر جای رواج است، این دزدی گم نمیشد. باز همه می دوزار دزدی بود. در امریکا این قانون است. شما ببینید امریکا دزد میگیرن یا جریمهش میکنه یا بندیش میسونه. خود مقابلش ببینید امریکا در هر دقیقه دزدی میشه، محتر دزدی میشه، در هر دقیقه مغازه زده میشه، در هر دقیقه قتل و قتال میشه. اونا یه چی دارن؟ دی حکم شریعت یک حکمت خداوندی موجود است. ما در افغانستانی که با کلش تقریبا به این چیزا عادت بود، دست یک و دو نفر بریدیم در 14 ولایت علقتا دزدی گم شده. ما براتون اطمینان میتم شما بیاین طلای سرخ در سر سرک پتن 3 روز بعد یک سر دست نمیزنم با بریدن یک دست. امریکا تا بال هزارها دزد گرفته بندی کرده، جریمه کرده، خود دزدی را از امریکا گم نکرد. ما با قصاص کردن دو قاتل، سه قاتل یا چهار قاتل در کل 14 ولایت باز کسی جرأت ازیر نکرده که یک نفر بیگناه بکشه. اما در امریکا ببینید با همین مجرمینه که یا قاتل گیر میکنه بندی میشه یا جزای جریمه و دیگه میتش، ببینید هر روز چند نفر قتل میشه. امریکا که مدر ترین ممالک از خود سوپر پتاقت هم میگیره و مرکز دموکراسی هم میگیره. ما به خاطر آرامی از ملتی کار کردیم و این شریعت است، این باید تنبیق شد. و یک گپ دیگر ما علاوه میکنم، این دست بریدن این ترکیه است در این ممالک غربی تا تبلیغ شده. اینا فکر میکنه دست بریدن معنی از اینکه دوز آدم گیر کرد اما جا گیرش میکنه قتلش میکنه. دست شکر صبر، این طور نیست. این دوست که گیر میشه یا این قاتل که دستگیر میشه یا به محکمه شرعی آورده میشه پیش روی قاضی وکیل است. این چندین روزی دوام میکنه، شواهد داره، اسناد داره، دوسیه داره، این تکمیل میشه. اگر از دوز دست و اگر از قاتل است، شما یقین کنید که ما در محکمه دیدیم که یک دوزی که دستش بریده میشد تقریبا سر دوسیه از او صد ورق پر بود، شواهد و اسناد و اقرار و دیگه و دیگه و تنها محاکمه از این دوست تقریبا 20-25 روز دوام پیدا کرد تا قاضی فیصله آخری کرد. بدون محکمه نمیشه کس کرده نمیدن. و دیگه این در صحنه که دست از این قدم میشه داکتر شفاخانه خواسته میشه، این دست از این قسمتی که میبرن از این بند این پیچکاری میکنه به حس میسازش، این بعد از قدم میشه باز پسی پلستر میشه، این نفر مربوطه میره به شفاخانه، در شفاخانه بستر میشه برای 5 و 10 روز تا که زخم دستش جور شد بعد آزاد میشه. تو چه ما مختل چه پدی ارتباط شتا شده دی خبر پتایید با اومن چه کشیر دا نور غلی دا غک غده دا لوی لوی غلی او دا خلکوش دا افغانستان کوبین و من دی سوداگری وکره تجارتی وکره دا دونا پیسی چه وطخته ودی دا خارجی بانکو که دا کشبخ که تاس پخپله وود دوی ذخیره کړی دي. هغه که ستاسو قضاوت ته ودرېږي، ستاسو محکمې ته ودرېږي، هغوی به هم په همدغه سرنوشت باندې مبتلا شي، یعنی همدغه کیفر د اعمالو به هغوی ته هم ورورسي. همدغسې به دوی لاسونه د هغه نه د مټ نه غوڅ کړی شي، پښه به یې غوڅه کړی شي. دغه پوښتنه رسولي صاحب ډېر سوال دی، سوال په جواب کې زه باید ووایم. مونږ تر اوسه پورې کوم غله رهزنان چې نیولي دي شریعت هم ورسره کړی، محکمې ته هم سپارلي دي، کومه جزا شرایط ورته انکار هم سره کړی. کوم خلک چې زموږ نه تښتېدلي دي یا زموږ قدرت ته نه دي راغلي، یا په ایران کې دي یا پاکستان کې دي یا کابل ته تللي دي یا سمت شمال ته راغلي، هغه خو زموږ په قدرت کې نشته. خو مونږ په دې عقیده یو که دا خلک زموږ لاسته راسي، مونږ به یې حتما محکمې ته حاضروو. دغو مظلومانو جواب به مونږ له دوی نه اخلو د محکمې په مخ کې. مونږ اوس هم یو تعداد قومندانان لرو چې په خارج کې ژوند کوي، په پاکستان او ایران کې زه ورغلی یم، دوی ته مې هیئتونه ورستولی دي چې دوی بیرته په افغانستان کې خپل ژوند ته دوام ورکړي. مونږ ورته د افغانستان سرحده ستاسو په مخ خلاص ده، تا نه مونږ سلا تاسو نه واخیسته د غلا مخه ونیوله، تاسو خپل وطن ته راتلی شئ، منهج د یو افغان ژوند کولی شئ، هر څه چې کوئ. خو دوی په مونږ دا شرط کوي چې مونږ سره محکمه مه کوئ، زموږ له محکمې ډاری، مونږ سره به محکمه نه کوئ، بیا مونږ درځو. دا د دوی شرط دی. مونږ ورته ویلي دي چې مونږ د دې مظلوم ملت له محکمې تاسو نشو خلاصولی، مونږ منهج د تحریک ستا سره شخصي هېڅ کوم مشکل نه لرو، خو که یو مظلوم راضي وایي چې دی قومندان صاحب زما پلار وژلی یا زما فامیل وژلی یا زما مځکه په زور غصب کړی، ته مجبوراً که په هر قدرت کې مونږ به تا محکمې ته حاضرو. دا شی مونږ ورته ویلي او انشاءالله رحمان مونږ په دې عقیده یو د کومو خلکو چې دا کار کړی تر څو پورې چې زمونږ قدرت وي زمونږ په وس کې دا خلک به محکمې ته حاضرو. او کله چې په افغانستان کې ملي او اسلامي حکومت راغی وروسته بیا دغو نظر دی چې هغه هر څه ورسره کوي د خلکو سره دغه، خو که زمونږ اوس په اوس حالت کې مونږ ته لاسته راسي بلکل دوی له محکمې نه شي خلاصېدلی، دوی به محکمه کېږي.
ډیر خسته سي د مرکینه ډیر مننه او د چې دومره وخت زمون سره بحث او صحبت وکړه به هم ډیره مننه از شما محترم مولوی جبار قلبا تشکر میکنم و از معلوماتی که را کردیم بر بیندای عزیز امیدوار هستیم که قناعت از اون را توسط سوالی که پیش ما و باز دوست ها ایجاد شده بود حاصل کرده باشیم. آره ډیر تشکر او مننه تاسو نه هم کو چې موږ ته وخت راکو خپل افغانان و مهاجر سره د تاسو تلویزیون لارې نه خبرې وکړو او زمونږ آخري خواهش او درخواست له خپل افغانان و مهاجرانو چې په آلمان کې ده او دا زمونږ پیغام دی چې غواړو دوی ته ورسو دا زمونږ او زمونږ د شورا او د رهبرانو پیغام دی چې زمونږ اکثره تحصیل کرده قشر او په آلمان دلته په خارج کې دی په غربي ممالک دی خصوصا په آلمان کې مونږ له دوی نه منحیز دی او افغان خواهش کوو چې راسه د افغانستان په بیا امارې مجدد کې اوس فعلا زمونږ سره زمونږ په څنګ کې کینی مونږ ته مشورې راکړي کومې صحوې غلطۍ چې لمونږ نه کېږي هغه زمونږ سره اصلاح کړي زمونږ سره حداقل شفاخانې فعالې کړي ډاکټر پیلوټ یې راسه تیارې والوزوي عسکر یې راسه په نظام د عسکري کې شامل سي انجینر دې راسه مونږ ته د فابریکې او سړکونه جوړ کړي دا زمونږ پیغام دی ټولو وروڼو ته مونږ لکه پخواني خلک یا پخواني سیاست مداران دا خبرې نه کوو چې څوک او څوک افغانستان ته نشي راتلی په دې خاطر چې دا فلانی دی په یو نامو په بل نامو مونږ هر افغان ته منحیث د افغان دا حق ورکوو او دا حق لري چې د افغانستان په اعمار مجدد کې د افغانستان په سیاسي وضع کې د افغانستان د آینده حکومت کې دای په داګه سره راسي او په سری الفاظو سره خپل آینده سرنوشت او د ملت سرنوشت ټایم کې مونږ لوونه د خوښته چې ارڅوک په آزادانه توګه کولای شي راځي سفر وکړي افغانستان ته منحیث د افغان او د افغانستان په بیا جوړولو کې زموږ سره اشتراک وکړي. ډیره مننه.